حسين محمد صلى على محمد وعلى محمد عجل رجل صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما على يعصوب الدين وقائد بر المحجلين وتاج الزاهدين وسرور العابدين مولانا امير المؤمنين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. حب علي بن ابي طالب حسنه لا يزر معها سیعه. امشب عجب شب با صفاییست، عجب شب با عظمتیست، شب ولادت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب السلام. وجود اقدس آقا ولادتش چند تا ویژگی داره. یک، در سرزمین محترم مکه در جای حرم مسجد الحرام، در بهترین جای حرم کعبه، در بهترین زمان روز جمعه و در ماه حرام رجب المرجم. یه همه چیز جمعه دید، همه چیز جمعه و از الله و از همه مهمتر در اون خانه خدا. پس نگردد میسر به کس، نگردد میسر این سعادت به کعبه ولادت به مسجد شهادت. دیگه دوم نداریم. امیر المؤمنین علیه السلام تو خیلی از موضوعات تکه، منفرده. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد امیرالمومنین علیه السلام همین نکته‌ای که اشاره کردم، وجود اقدس نازنین آقا امیرالمومنین علیه السلام. یه بار دیگه مرور کنیم، در حرم مسجد الحرام، درست، بهترین جای حرم کعبه، اونم درون حرم، ماه محرم و ماه حرام که رجب المرجب باشه و در سید الایام که روز جمعه باشه. ولادت حضرت 13 ماه رجب در روز جمعه 30 سال بعد از آمولی. عباس ابن عبدالمطلب با جمعی از بنی هاشم دور کعبه نشسته بودن، میگن یه دفعه ما مشاهده کردیم که فاطمه بنت اسد تشریف آوردن چار کعبه، داشت دور کعبه طواف میکرد، یک دفعه درد مخاض و زاییدن بیبی رو فرا گرفت، پرده کعبه رو چسبید، عرضه داشت خدایا من تمام انبیای گذشته ایمان دارم، دقت کنید، من به تمام انبیای گذشته ایمان دارم و بر آیین جدم حضرت ابراهیم هستم، بر آیین جدم حضرت ابراهیم هستم، خدای تو رو قسم میدهم به حق فرزندی که در رحم دارم و با من سخن میگوید که میدانم پیش دو مقام و منزلتی دارد، خود آبروی من رو در میان جمع مردان محافظت کنه، حفظ کن. می فرماید تا این بانوی مکرمه و معظمه تات رو با خدای خودش نجوا کرد، ما یک دفعه دیدیم دیوار شکافته شد، وجود اقدس و نازنین فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و در بسته شد، دیوار بسته شد، دیوار بسته شد. ما رو میگی از روی تعجب این شد نقل مجلس مردم. گفتیم ای حالا یه ساعت دو ساعت، خب حضرت ابوطالب باید دنبال همسرش، دنبال همسرش اومد، رفتن آهنگر رو بردن،
که در رو بکنه، اول دیدن با قفل باز، با کلید باز نمیشه، آهنگر رو بردن قفل رو ببرن، دیدن بریده نمیشه، فرمودن فهمیدن امر امر الهیه، از این چیزا گذشته است. سه روز این بانوی کرمه توی کعبه بود، خدا رحمت کنه مردم کافی رو، این جمله رو میفرمود: مقام مادر علی از مادر عیسی بالاتر است. اون که به علل متعهد ایشونشو میگفت، میگه به خاطر این که مادر عیسی حضرت مریم خدمتگزار مسجد بود، مسجد الاقصی بود، مادرش نذر کرده بود، خدمتگزار مسجد الاقصی بود، اما زمانی که موقع وضع حمله آقازادش حضرت عیسی شد، خطاب آمد یا مریم اخرجی هازا بیت العباده لا بیت الولاده، اینجا پرستش نه زایشگاه، برو بیرون. اما وقتی نوبت به امیر المؤمنین و مادر بزرگوارش رسید، خدا خطاب کرد به فاطمه از برکت امیر المؤمنین علیه السلام که یا فاطمه ادخلی، فاطمه جان بیا. به 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 به، دور کعبه محل پرستشگاه شد زایشگاه، اونم درون خانه خدا. تا سه روز فاطمه بنت اسد مهمان حضرت باری تعالی بود. روز سوم همون مکان شکافته شد، حضرت فاطمه بنت اسد آمد دم در اون شکاف کعبه ایستاد، خطاب کرد به مردم: مردم، من این سه روز مهمان خدا بودم، وقتی خواستم از کعبه بیام بیرون، ندایی و سروشی به گوشم رسید: ای فاطمه، ما به تو مولودی دادیم، اون مولود خزانه و خزینه علم من است، اون نور چشم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. آله محمد عبدالله، او خلیفه و جانشین رسول من است، قربونش بشم، هنوز تازه متولد شده، او خلیفه و جانشین من است، او پدر خلفا و جانشینان من است، او کسی است که به پیغمبر من ایمان می آورد و اولین فرد است، او کسی است که بوده‌ها رو در کعبه سرنگون می کند و خانه ما رو از لوس بوده‌ها پاک می کند، او اول کسی است که بر بام خانه من می رود. اینا تو نقل روایت ها اومده و مرحوم شیخ عباس نقل کرده، اینا حالا فاطمه بنت اسد داره میگه: او کسی است که بالای بام خانه من میرود و اذان میگوید، ای قربانت بشم یا امیرالمؤمنین. بعد در انتها فرمود: یا فاطمه، او پیش من عزیز و علی و بزرگوار است و من خودم علیم، نام او را هم از نام خودم مشتق کردم و نام او را گذاشتم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام محمد آل محمد عجل. به به به، ببالید به خودتون، بنال به خودتون عشق علی و اولاد علی در قلبتون بدید. آقازاده را دادن دست پدر بزرگوارش حضرت ابو طالب علیه السلام، اومدن منزل، بنابر مشهور حضرت چشمش بسته بود، سر چشمش باز نشده، مادر اومد به خدمت ابو طالب صدا زد: پدر بزرگوارش، این عزیز دل ما سه روز چشمش باز نشده، ترک نزده، نکنه نابینا باشه، نکنه کور تولد شده باشه، چه کنیم چه نکنیم؟ حضرت ابو طالب و اون رو میبریم محضر آقا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. پسر عموی بزرگوارش قنداقه آقازاده رو آوردن خدمت آقا رسول اکرم، البته اون موقع هنوز پیغمبر نشده بود،
خدمت آقا رسول اکرم علیه آلاف و تحییت و کرم. آقا جان این نازدانه الان 3-4 روز چشمش باز نشده. حضرت آقازاده رو تو بغل گرفتن تا در بغل آقا رسول اکرم قرار گرفت، اول باری که چشم امیرالمومنین نگاه کرده به چشم جمال محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. آره محمد عجب باز شده و روشن شده. به 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 قربان این امیرالمومنین در فدای این آقا بشن. نه چی بوده این حضرت علی علیه السلام چی بوده؟ فداش بشن، قربونش بشن. بعد عرضه داشت، سلام کرد خدمت آقا رسول اکرم، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا محمد ابن عبدالله. بعد عرضه داشت پیغمبر گفت علی جان بخوان تورات را، بخوان انجیل را. خب اونا که نازل شده بود قبلا، ولی امیرالمومنین حسابش چه داشت؟ عرضه داشت یا رسول الله بخوانم قرآن را؟ بخوان علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. چی رو خون؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. پیغمبر فرمود انت امیرهم، انت امیرهم علی جان، تو امیر المؤمنین هستی. بعضی ها فکر کنن لقب امیر المؤمنین رو حضرت روز عید قدیر و اونجا حضرت فرمود، ولی اولین باری که پیغمبر این لقب رو به حضرت علی علیه السلام دوران طفولیت تازه بعد از تولد 3-4 روز متولد شده فرمود انت امیرهم علی جان، تو امیر مؤمنین هستی. و لذا حضرت فرمود غیر از امیر مؤمنین اگر کسی این لقب رو روی خودش بذاره فلیتبوأ مقعده من النار، خدا جایگاه رو آتش جهنم قرار میده. اگر کسی امیر المؤمنین علیه السلام رو به غیر از علی اطلاق بکنه ای قربانت میشه. امیر المؤمنین علیه السلام در محضر پیغمبر خدا ابو طالب فاطمه بنت اسد روش کرد. در رابطه با اسم‌گذاری نام حضرت یه نقل دیگه هم هست و اون اینه که وقت آقازاده رو دادن محضر حضرت ابو طالب علیه السلام، حضرت فرمود نام بچه رو چی بذارید؟ فاطمه بنت اسد فرمود هرچی شما صلاح بدونید. گفت خب منم که از خدای خودم جلو نمیرفتم، بیا بریم. در دل شب قنداقه آقازاده رو بغل گرفتن، راه فاطمه بنت اسد جناب ابو طالب اومدن در سرزمین ابتر. اونجا ابو طالب شاعر زبردستی بود، شعر خیلی مستقی. اونجا حضرت رو کردن به طرف آسمان و با خدای خودش نجوا فرمود و شعر فرمود. فرمودن که یا رب زل قسقی و القمر المبتلج المزی بلنا من حکم کل مغزی مازا ترا فی السبی. ای خدایی که در دل شب پرده شب را برنده می کنی. ببینید شب وقتی بیان تمام عالم هستی رو شب میگیره. یا زر قصب دجی و القمر المبتلج المزی و در درون تاریکی شب ماه را روشن و منور میکن. بیان لنا من حکم کل مغزی، خدایا روشن کن برا ما مقدر تو چیه، حکم تو چیه. بیان لنا من حکم کل مغزی موازا ترا فی اسم زستبیی. اسم این بچه رو چی بذاری خدایا؟ این نجوا رو که با حضرت حق کرد، یک دفعه نه از آسمان یه چیز دامن حضرت ابو طالب علیه السلام قرار گرفت. بود تاریک بود نمیدیدن، برداشتن اومدن منزل. بعضی میگن همونجا نگاه کردن دیدن یه لوح سبزیش، این لوح سبز با خط خالا نوشته خصصما بالولد زکی، خصصما بالولد زکی و طاهر المنتجب الرضی فاسمه من شامخ علی علی یشتق من العلی. الله اکبر. الله اکبر. محمد.
فرج آورد. یعنی ای ابو طالب، ای فاطمه بنت حسن، خصص تو ما، تو ما خطاب به این دو بزرگ. خصص یعنی چه؟ یعنی ویژه کردم، مخصوص شماست. خصص تو ما بالولد زکی، به همون اول خدا حرفو تمام کرده، یه فرزند به شما دادم زکیه، به مسئله روح و روح برمیگرده، قلبش تزکیه نفس میگن، یعنی قلب و روحش پاک و پاکیزه است از تمام شرک و آلودگی و گناه و معصیت. خصصت ما بلبلد زکی و طاهر منتجب رزی، طاهر به بدن برمیگرده، البته به روح هم برمیگرده، ولی چون اونجا اولیه هست، زکی هست به بدن، اون زکی به روح برمیگرده، طاهر به بدن، یعنی از آلودگی نجاست ها. چی؟ ما بارها گفتیم امامان ما از مجرای عادی متولد نمیشن، اون مجرا آلوده است، اون مجرا نجسه. اهل بیت ما از پهلوی مادرشون با ویژگی‌های خاصی که دارن نگاه جاش نیش و میدن، این اعتقاد ما شیعه است. علیزا میگه و تا هم میفهمه زکی و طاهر رضی، منتجب رضی، هم طاهر است هم منتجب، یعنی از همه اول ما انتخابش کردیم، هم ما ازش راضی هستیم. فاسمه من شامخ علی، اسم او از طرف خداوند متعال آمده، صدق الله العلی العظیم. فاسمه من شامخ علی، علیون اشتق علی، اول یعنی اسم حضرت، علیون اشتق یعنی جدا شده، مشتق شده، علیون اشتق من العلی.